ژرار دارمنان وزیر کشور فرانسه در مورد افزایش تهدیدهای تروریسم اسلامگرای سنی در اروپا هشدار داده است. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. وزیر کشور فرانسه ضمن سفرش به امریکا و طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در نیویورک با اشاره به خروج ارتش امریکا از افغانستان و همچنین کاهش حضور نظامی فرانسه در افریقا به خطر تقویت مجدد داعش اشاره کرده و گفته تروریسم در این زمان خطر قابل توجهی است. او همچنین اضافه کرده که برای اروپایی ها و برای فرانسه خطر اصلی تروریسم اسلامگرای سنی است و همکاری ضد تروریستی بین سرویس های اطلاعاتی کاملا ضروری است. وزیر کشور فرانسه مجددا در انتها تاکید کرده که نباید تهدید اصلی در اروپا را که تروریسم سنی است را نادیده بگیریم. طی سالهای پس از 11 سپتامبر 2001 تا کنون به ویژه در اروپای غربی با رشدگیری اسلامگرایی سنی‌های تندرو که برگرفته از اسلام اموی است، انگشت اتهام خطر تروریسم در غرب متوجه مراکز اسلامی شده و غربی‌ها علل عموم و اروپایی‌ها خصوصاً تفاوتی میان اسلام سنی‌های تندرو و اسلام علوی قائل نمی‌شدند. اما با رشد مطالعات اسلام شناسی و شیعه شناسی در غرب به مرور این تفاوت‌ها بیشتر دیده می‌شود. مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی هم کراراً به تبیین مرزهای میان اسلام علوی و اسلام اموی پرداختند و تفاوت‌های بنیادین اسلام علوی را با اسلام معاویه تشریح فرمودند تا آنجا که حتی باورهای نامسلمانان را بهتر از اسلام ساختگی و وارونه امویان و عباسیان و پیروان آنان دانسته و تروریسم و ارهاب را در تضاد آشکار با اندیشه های اسلام علوی اعلام فرمودند. اندیشه های تکفیری سلفی ها و وهابی ها که ذیل اسلام معاویه و اسلام اموی دستبندی و معرفی می شوند برگرفته از آراء و فتاوای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب است که در خونریزی و جنایت و کشتار نمود پیدا می کند و غربی ها آن را دانسته یا ندانسته اغلب به جای اسلام حقیقی در نظر می گیرند. و این برای اولین بار است که وزیر کشور فرانسه از تروریسم اسلامگرای سنی نام می‌برد. به نظر می‌رسد تجربه‌های شکست خورده اسلام ستیزی و اسلام حراسی غربی‌ها در کنار رشد مطالعات شیعه پژوهی در دپارتمان‌های اسلام پژوهی و شیعه شناسی در دانشگاه‌های اروپایی و غربی و توجه به آراء مراجع تقلید آگاه در نجف و قم ایشان را به تفاوت گذاری میان اسلام علوی و اسلام سنی های تندرو رسانده باشد. سعید بهاری، اخبار شیعه. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از لندن با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب، بفرمایید. زنده باشید. راه‌های بازشناخت اسلام حقیقی از اسلام اموی به ویژه برای غربی‌ها چیه؟ بفرمایید. بله، غربی‌ها واقعاً یه تئوری سیستماتیک خاص خودشون رو دارن. اونا اسلام رو یه جور دیگه غیر از ما می‌خونن. آیه شریفه و اطیع الله و الرسول و اولی الامر منکم سه قطع اش کردن، طاعت از خدا و پیغمبر و اولی الامر، رفتن فقط طاعت اولی الامر گرفته و به اسلام تصدیرش کردن. مسلمانای سنی که طاعت اولی الامر رو مهم میدونن هیچ وقت به فکر این نبودن که آیا این اولی الامری که ازشون طاعت میکنن یا اطاعت میکنن به خدا و پیغمبرش ایمان میارن یا نه. این سه قطع کردن موضوع
سیستماتیک تونست یعنی هدفمند باشه برای آقایان غربی ها. اینو برای ما خودشون ساختن و از فکر اسلامی گرفتن و قطع کردن و فرستادن، که الحمدلله برادران اهل تسنن ما خیلی به اون اعتقاد داشتن، چون ابن تیمیه لعنت الله علیه شروع کار این مسئله بود. پس اینا هم سیستم غربی جدید یعنی تئوری جدید رو پایه‌گذاری کردن، هم از پایه‌های قدیمی اسلام مثل ابن تیمیه استفاده کردن و اینو دوباره به ما فروختن. این سیستم جدید، سیستم قتل، سیستم کشتار، سیستم خط زدن حریف یا دیگر هر دیگری که باشد، اینو اینطوری غربی‌ها به ما دادن که آخرش هم هدفمندیش به اوجش که رسید، خانم هیلاری کلینتون داعش رو برای ما ساخت و خودش در کتاب خاطراتش نوشت که ما داعش رو در CIA آمریکا ساختیم. اینطوری ساختار شروع شد. بله، اسلام اموی و اسلام تکفیری چگونه به جذب جوانان مسلمان در غرب می‌پردازند؟ از همین اتکا به همین نقطه اطاعت ولی امر، یعنی اطاعت کورکورانه از کسی که خودشون اون را ولی امر می نامند. اینو در اسلام سنی دیگه میشه از اصول اسلام سنی قبول کرد. از این نظر وقتی اونا یعنی به سوی انسان حرکت می کنند یا برای ساختار انسان حرکت می کنند، از اطاعت کورکورانه ولی امر که امیرالمؤمنین نامیده می شود، اسماش هم باید واژه های اسلامی داشته باشه، شروع می کنند به امر دادن. و از این نظر می بینیم که در اسلام سنی خودکشی و کشتن خود برای کشتن دیگران یک امر خیلی مسلم است، در حالی که در اسلام شیعه اولی الامر فقط امامان و پیغمبر هستند. خارج از معصوم در اسلام شیعه کسی اولی الامر نیست. انسان متشیع شیعه علی ابن ابی طالب همیشه معتقد به اجتهاد و اجتهاد رأی و اخذ رأی و عدم اخذ رأی هست. یعنی من اگر به عقیده مجتهدم گیر بیفتم، فقط از مسائل جدید زندگی از او سوال میکنم که در این مسائل هیچ وقت جهاد و قتل و این چیزا جایز نیست، چون اینها در مذهب تشیع، در مذهب علوی تشیع، فقط زیر پرچم امام معصوم، نه هر اسمی که امام داشته باشد میروند. بله جناب دکتر، چقدر دولت‌های اروپایی خواسته یا ناخواسته در رشد تروریسم اسلامگرای سنی مقصر هستند و به چه شکل؟ اونا نه فقط مقصر هستند، اونا این تروریست را ساختند. چون ساختار اولیه در اسلام از ابن تیمیه شروع شد و قتل با غدر و نامردی از معاویه شروع شد، این دوتا را برای یک قاعده اسلامی، معاویه به عنوان صحابی که اشتباه نمی کند، صحابی معصوم، در مذهب سنی مع الاسف این وجود دارد. یعنی شخص صحابی که معصوم است که نمی شود از او انتقاد کرد. از این قاعده به معاویه نیز کاتب الوحی یه لقب دیگه دادن، لقب نویسنده وحی خدا. معاویه معصوم، قاتل حضرت علی، قاتل حجر بن عدی، قاتل فلان و فلان، این قتل‌ها را به نفع دولت اسلامی ضبط کرد آقای معاویه لعنت الله علیه. اینا این قاعده معاویه به اضافه قاعده ابن تیمیه که قتل‌ها را برای شیعیان به تحدید یعنی امر داد یا فتوا داد،
اینا رو با هم دیگه غربی ها جمع کردن و برای خودشون یک سیستم با فایده‌ای به نام داعش و طالبان و قاعده و هرچی خودشون ساختن. بعد برای ترسوندن غرب از اسلام هم یه کارایی در داخل خود غرب انجام دادن که این کارا به نام اینا ثبت شده. بله، با تشکر از دکتر محمد عیسی خاقانی که از لندن با ما همراه بودن.